سلام بر شما به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته که گذشت خوش آمدید با من فریب شیرزی همراه باشید در نیم ساعت پیش رو با مروری بر آخرین تحولات هفته گذشته ایران و سایر نقاط جهان در این برنامه از آخرین وضعیت رهبران جنبش سبز خواهیم گفت که به گفته منابع خبری شرایط حصر آنها امنیتی تر شده است نگاهی خواهیم داشت به گفته های حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضایی که هفته گذشته کانون نویسندگان ایران را تهدید به برخورد قانونی کرد. در گزارشی به شکست شدن حصر شهر آمرلی عراق توسط ارتش این کشور میپردازیم و مروری داریم بر خاطرات یک دختر جوان ایزدی که به طور معجزه آسایی موفق به فرار از دست گروه تروریستی داعش شده بود. در پایان نیز میستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه ما را در جریان آخرین تحولات این کشور قرار می دهد. با ما همراه باشید. هفته گذشته وبسایت کلمه که اخبار رهبران معترض انتخابات سال 88 را بستاب میدهد خبر داد شرایط حصر آنها دشوارتر از قبل و فضای حصر نیز امنیتی تر شده است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن 89 در حصر خانگی به سر میبرند. وبسایت کلمه در این خصوص نوشته است که عدد روزهای حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد در حال رسیدن به 1300 است. اما هنوز نه هیچ نهاد قانونی مسئولیت حصر آنها را به عهده گرفته و مبنای حقوقی آن را بیان کرده و نه تلاش های سیاسی برای رفع حصر به رغم وعده های مکرر به نتیجه رسیده است. این سایت گزارش داده که ملاقات دختران و خانواده با موسوی و زهرا رهنورد نامنظم و در شرایط امنیتی تر از گذشته و تقریبا هفته یک بار و با روز و ساعت نامعین به مدت حدود یک ساعت و نیم در حضور معمورانی که اخیرا تعداد آنها هم بیشتر شده صورت می گیرد. بر اساس این گزارش در هفته های اخیر فضای ملاقات ها به تدریج امنیتی تر از قبل توصیف شده و کاهش نسبی معموران در هنگام ملاقات که در چند ماه گذشته ایجاد شده بود باز به روال گذشته برگشته است. میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن 1389 در حصر خانگی به سر میبرند و رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقامهای های قوه غذایی بارها خواستار توبه آنها به خاطر آنچه که لک دار کردن حیثیت جمهوری اسلامی و فتنگری می خانند شدند. این در حالی است که این درخواست از سوی موسوی رد شده و فرزند مهدی کروبی نیز گفته است که پدرم نزد خدایان زمینی توبه نمی کند. پنجم مرداد امسال غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه غذایی گفت که سران فتنه نه تنها نباید رفع حس شوند بلکه باید ترتیباتی شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شدند را پس بدهند. سایت کلمه در گزارش تازه خود از کنترل شدید محل اقامت موسوی و رهنورد توسط معموران امنیتی خبر داده و نوشته که آنها در ماهای اخیر حتی از رفتن مرتب به دیدار مادر سال خورده خانوم رهنورد نیز محروم ماندند. بر اساس این گزارش هر چند وقت یک بار خواهر یا برادر میر حسین نیز با الزام به رعایت شرایط امنیتی و توصیه های از مقامات بالا مبنی بر همراه بودن یا نبودن همسرانشان اجازه ملاقات میابند. اما در طول هفته هر گونه تماس و ارتباط حتی در حد تلفن با میر حسین و رهنورد به طور کامل قطع است و خانواده در طول هفته از آنان بیخبر است. سایت کلمه وضعیت بهداشتی و درمانی محل حصر موسوی و رهنورد را نیز شک برانگیز و نگران کننده خوانده و خبر داده است بازگشت لرزش زیاد دستان زهرا رهنورد که پیشتر کاملا رفت شده بود و بیعتنائی زندانبانان نسبت به این مسئله این نگرانی را به وجود آورده که آلودگی مصنوعی محیط شامل آلودگی در فضای خانه و خوراک باعث ایجاد مشکلات جسمی برای موسوی و رهنورد شده باشد. به نوشته این سایت این اتفاقات در حالی است که هر دوی آنها در ابتدای حصر در سلامت کامل بودند و در طول ایام بازداشت غیرقانونی در خانه خود و به علت شراید بد حصر دچار بیماری های متعدد شدند. ممنوعیت ملاقات با چشم پزشک به رغم ناراحتی چشمان موسوی و رهنورد عدم دسترسی به روزنامه و مشکلات ارتباطی فرزندان با والدینشان از دیگر مسائلی است که به گفته سایت کلمه نشانه های دشوارتر شدن وضعیت حصر این دو نفر را نشان می دهد. در حالی که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود از تلاش برای رفع حصر میر حسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد در صورت انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری خبر داده بود ولی ظرف یک سال گذشته هیچ نشانه ای که حاکی از تلاش دولت وی در این زمینه باشد دیده نشده است آقایان موسوی و کروبی که از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودند با معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران نتیجه انتخابات را ناشی از سازماندهی و تقلب گسترده در آرای عمومی دانسته و اعلام کردند که آن را نمیپذیرند. در اعتراض به نتایج این انتخابات که نه ماه از سال 88 ایران درگیر آن بود، ده ها نفر از معترضان کشته و هزاران نفر نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. از آن زمان رهبران جمهوری اسلامی از موسوی و کروبی به عنوان رهبران فتنه از اعتراض های این سال به عنوان فتنه 88 یاد می کنند. پس از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران، غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضایی این تشکل را تهدید به برخورد قانونی کرد. به گفته اجهی چنانچه کانون نویسندگان در زمانی که برای آن محدودیت ایجاد شده فعالیتهایش را از سر بگیرد، دادستان با آن برخورد قضایی خواهد کرد. آی همچنین از محکومیت محمد رضا رحیمی به حبس و جزای نقدی خبر داد. در 68 نشست خبری قوه قضاییه غلامحسین حسین محسنی اجهی در واکنش به برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان اظهار داشت هر نهادی که به حکم قانون تأسیس و یا برای آن محدودیتی ایجاد شود چنانچه در زمانی که محدودیت ادامه دارد خلاف آن عمل کند دادستان نسبت به دا آن معترض می شود و جلوی آن را خواهد گرفت برخی از محرومیت ها ابدی است و چنانچه افراد نسبت به این محرومیت ها بی توجهی کنند حتما جلوی آن گرفته خواهد شد او گفت در رابطه با قانون نویسندگان اطلاع کافی ندارم که محرومیت آنها زماندار بوده است یا خیر پس از دوازده سال در روز جمعه هفته شهری بر ماه مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در مکانی خصوصی در حیات یک مجتمع مسکونی در تهران برگزار شد اده زیادی از اعضای کانون نویسندگان ایران از سراسر ایران در این گرده همایی حضور داشتند و کانون انتخابات هیئت دبیران را برگزار کرد در این انتخابات رضا خندان محابادی، حسن اسغری، علی اشرف درویشیان، مهدی قبرایی و بکتاش آبتین به عنوان اعضای اصلی و حافظ موسوی، علی عبداللهی، علی رضا جباری، فانوس بهادربند و حمید یزدانپناه به عنوان اعضای علال بدل هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران انتخاب شدند. غلام حسین محسینی جهی سخنگوی قوه قضایی در نشست خبری خود خبر داده است که قاضی می باید حد محدودیت فعالیت کانون نویسندگان را بررسی کند. به گفته ایجه ای اگر کانون به کلی منحل شده باشد تحت عنوان کانون نویسندگان ایران اجازه فعالیت ندارد گفتنیست پس از آنکه تلاشها برای ثبت کانون نویسندگان ایران به جایی نرسید فعالیت‌های های کانون در سالهای دهه 1370 اوج گرفت و ماجراهایی مانند مرگ سعیدی سیجانی در زندان قتل احمد میرالایی، احمد تفضلی و مجید شریف و های فرج سرکوهی و اتوبوس ارمنستان و قتلهای زنجیری پیش آمد سخنگوی قوه قضایی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز اظهار داشت اگر مایوس شویم که این فرد اموال دیگری ندارد پرونده به سمت صدور کیفر خاص و دادگاه پیش خواهد رفت اشعی در این حال افزود که بر اساس آخرین اطلاعات او در میزان نقدینگی های این فرد در خارج از کشور تغییری رخ نداده و به نظر می دستد این فرد اموال و نقدینگی دیگری ندارد آقای جی همچنین درباره پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی گفت با توجه به قطعی شدن حکم محکومیت مهرگان خستوی برادر متهم ردیف اول اموال او شناسایی شده و به زودی به مزایده گذاشته می سخنگوی قوه قضایی همچنین از بازداشت سه قاضی هفت در لال و 21 وکیل خبر داد و گفت این افراد با واسطه یا بی واسطه در دستگاه قضایی مرتکب جرم شده بودند سخنگوی قوه قضایی ایران در ادامه هم گفت که ناظر متجاوز یک دبستان پسرانه در غرب تهران به دو سال تبعید شلاق و محرومیت از برخی مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است اجعه افزود از آنجایی که او در دادگاه بدوی صادر شده و قطعی نیست نمی تواند توضیح بیشتری بدهد تشکیل پرونده برای این فرد پس از آن انجام شد که ایده از والدین از ناظم مدرسه به اتهام سوء استفاده جنسی از کودکان شکایت کردند و در اردی بهشما در این زمینه در برخی نشریات ایران انتشار یافت بنابر همین گزارش ها پزشکی قانونی تایید کرده که به شش دانش آموز در این دبستان تجاوز شده است آقای اژه‌ای در ادامه اصرارات خود هم با بیان اینکه حکم معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران صادر شده است اظهار داشت تا زمانی که یک حکم قطعی نشده نمیتوانیم در مورد جزئیات آن صحبت کنیم اما حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می شود سخنگوی قوه قضاییه ایران با اشاره به صدور حکم برای محمد رضا رحیمی که با حروف اختصاری میمره نام برد اظهار داشت حکم معاون اول رئیس جمهوری سابق ساده شده است اما از بیان جزئیات آن معذور هستم اجه افزود تا زمانی که یک حکم قطعی نشده نمی توانیم در مورد جزئیات آن صحبت کنیم اما حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می شود آقای غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران در همین زمینه هفته پیش اعلان کرده بود که پرونده محمد رضا رحیمی از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد قطور و سنگین است ایشان تاکید کرده است که به زوری رأی پرونده وی صادر می شود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی معاون اول ریاست جمهوری پیشین ایران روز سوم خرداد امسال برگزار شد اختلاس از شرکتی بیمه ایران بخشی از پرونده آقای رحیمی را شامل می شود رحیمی که از احمدی نژاد مدال لیاقت دریافت کرده بود زمانی به این سمت انتخاب شد که به نوشته روزنامه سرمایه برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده است و تمامی اسناد آن هم موجود است ولادیمیر پوتین با تهدید به رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است می تواند پایتخت اوکراین را در عرض دو هفته تصرف کند. سخنان آقای پوتین در واکنش به اظهارات صدر آلمان است که گفته بود روسیه با توسل به خشونت میخواهد مرزها را تغییر دهد. در حالی که اوضاع اوکراین بحرانی تر شده است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دست به تهدیدی جنجال آفرین زده است. روزنامه ایتالیایی لا رپابلیکا گزارشی درباره اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز شنبه سیوم اوت منتشر کرده که در آن گفته شده مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا درباره تهدیدی که پوتین کرده سخن گفته است به گزارش دویچوله به نقل از این روزنامه باروسو در برابر رؤسای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا گفته است که میخواسته در تماسی تلفنی از پوتین درباره عملیات سربازان روسی در اوکراین سوال کند که جمهور روسیه پاسخ میدهد مهم این است که اگر من میخواستم میتوانستم کیف را در عرض دو هفته تصرف کنم بنوشته نوشته لا رپابلیکا پوتین میخواسته با این سخن روشن سازد که نباید او را با تصویب تحریم های جدید علیه روسیه تحریک کنند. گفتنی است در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از باروسو نسبت به اتخاذ سیاست دلجویانه در برابر پوتین هشدار داده است. کامرون گفته است که اروپا نباید اشتباه اتخاذ سیاست دلجویانه در سال 1938 در برابر حکومت نازیها در آلمان را تکرار کند. سیاستی که میخواهد از تنش و کشمکش پرهیز کند. و از این رو به دامان احتیاط و خیشتنداری در می خلتن. این روزنامه ایتالیایی همچنین گزارش می داد که پیش از آن آنگلا مرکل صدر آلمان با خشم در این اجلاس سخن گفته است. به این روزنامه مرکل گفته است که پوتین در جهت تشدید برخوردهای نظامی حرکت می کند و هشدار داده که ممکن است برنامه های روسیه پس از اوکراین شامل حال کشورهای لتوانی و استونی هم بشود. در همین حال اشپگل آنلاین در گزارش دیگری از رویایی که جدایی طلبان شرق اوکراین درباره روسیه جدید در سر می پرورانند نوشته است. رویایی بزرگ و بلند پروازانه که تقریبا نیمی از خاک اوکراین را در بر گیرد. نخستین بار ولادیمیر پوتین در ماه آوریل سال 2014 عبارت بحث برانگیز روسیه جدید را به کار برد و خشم و نگرانی دولت اوکراین را برانگیخت. در آن هنگام موضوع بر سر الحاق به جزیره کریمه بود. پوتین این واژه را بار دیگر در روز یکشنبه 31 اوت به کار گرفت. آن هم زمانی که میخواست درباره شرق اوکراین صحبت کند. پوتین از برنامه های مد نظر روسیه درباره شرق اوکراین سخن گفته که به نظر می رسد به منطقه وسیع را شامل می شود. منطقه فراتر دو جمهوری خودخانده دونسک و لوهانسک. جدای خواهن شرق اوکراین و نیز ناسیونالیس های روست رویای سرزمینی را در سر می که از شرق اوکراین به سمت جنوب غربی تا حتی امکان ترانس نیستریا در شرق ملداوی و در همسایگی اوکراین را در بگیرد. صدر آلمان از جمله رهبران غربی است که این رویای جدایی طلبان را جدی می گیرد. آنگلا مرکل روزی گذشته در مجلس آلمان گفت که روسیه با اقدامات خود به پایه های نظم پس از جنگ جهانی در اروپا صدمه میزند. گفتنی است واژه روسیه جدید به لحاظ تاریخی به منطقه ای اشاره می کند که ارتش روسیه در قرن 18 میلادی در دوره حکومت تزار در روسیه پس از غلبه بر امپراتوری عثمانی تسخیر کرده بود. در همین راستا سرگی لاوروف نیز اعلام کرد که روسیه قصد ندارد دست به هیچ گونه دخالت نظامی در اوکراین بزند و خواهان آن است که این تراژدی و سختترین بحران تنها به روش های مسالمت آمیز حل و فصل شود به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس آقای لاوروف اعلام کرده است که روسیه تنها اهداف صلحآمیز دارد و تمامی سیاست گذاری های این کشور در رابطه با اوکراین نیز پیرو به همین خط مشی است. وزیر امور خارجه روسیه دولت اوکراین را متهم به تنگ نظری و قرض ورزی کرده و میگوید که تمامی عملکرد کیف از طریق کشورهای غربی دیکته شده است. آقای لاوروف خطاب به مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا نیز گفته است که این کشورها باید پای میز مذاکره با روسیه بنشینند و دست از تهدید این کشور از طریق وضع تحریم های تازه بردارند. وزیر امور خارجه روسیه خواست غرب مبنی بر اینکه جدای طلبان شرق اوکراین سلاحهای خود را زمین بگذارند خواستی غیرواقعی خوانده و گفته است که آنها از ترس جانشان این کار را نخواهند کرد این صحبت ها تنها ساعتی پیش از دیدار سه جانبه مقامات روس و اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مینسک در بلاروس انجام شده است. پیش از این در پنجم شهریور ماه نخستین نشست مقامات اوکراینی و روسی همراه با تنی چند از مقامات ارشد تادی اروپا در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد که نتیجه‌ای در پی نداشت. دولت اوکراین در روزهای اخیر اعلام کرده بود که جدایی طلبان شرق اوکراین با حمایت روسیه توانستند مناطق بیشتری را تصرف کنند و همچنین یک شهر مرزی را نیز به اشغال خود در بیاورند. در پی تشدید این بحران ها پترو پروشینکو رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد که وضعیت و شرایط در اوکراین به نقطه‌ای غیر قابل بازگشت نزدیک شده و احتمال بروز جنگی همه جانبه می رود. دو تن از سناتورهای ارشد آمریکایی نیز از دولت باراک اوباما خواستند که هر چه سریعتر تسلیحات به اوکراین ارسال کند. طبق آخرین گزارش ها محاصره شهر آمرلی توسط ارتش عراق شکسته شد و این شهر به تدریج در حال آزاد شدن است. این بزرگترین دستاورد ارتش عراق از زمان آغاز مبارزه علیه دولت اسلامی در ماه جوان است. شهر آمرلی از حدود دو ماه پیش در محاصره این گروه تروریستی بود. با ابزایش دامنه ای عملیات ارتش عراق و نیروهای مردمی شهر آمرلی عراق از محاصره دو گروه تروریستی داعش نجات یافت و در حال آزاد شدن است. نیروهای ارتش عراق روز گذشته موفق شدند تا با شکست نیروهای داعش محاصره شهر آمرلی را بشکنند. سپهبد قاسم عطاس یک سخنگوی امنیتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای ما محاصره آمریکایی را شکسته و وارد این شهر شدند. به نوشته این خبرگزاری، مقامات محلی و یک جنگجوی مستقر در این شهر نیز این خبر را تایید کردند. این مقام ارتش عراق در اطلاعی که از تلویزیون دولتی عراق پخش شد شکست شدن محاصره عاملی را موفقیتی بسیار مهم توصیف کرد. عملیات نظامی علیه موازه تروریست های داعش برای بازپسگیری عاملی روز شنبه با همکاری مشترک نیروهای ارتش عراق و پیش های کرد شروع شد همزمان با این عملیات ارتش آمریکا نیز دست به کمک رسانی هوایی محموله های آب و غذا برای مردم محصور آمرلی زد و همچنین موازه داعش در نزدیکی این شهر را بمباران کرد جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ارتش ایالات متحده در پاسخ به درخواست دولت عراق اقدام به پرتاب هوایی کمک انسان دوستانه برای مردم محصور در شهر آمرلی کرده است. به گفته وی کشورهای استرالیا، فرانسه و بریتانیا نیز در این عملیات نو دوستانه با آمریکا همکاری داشتند. بیش از پانزه هزار شهروند آملی با کمبود شدید مواد غذایی و آب روبرو هستند و این خطر وجود داشت که در صورت شکست شدن محاصره و فتح شهر به دست گروه داعش شهروندان به دلیل شیعه بودن قتل عام شوند. ارتش عراق در روزهای گذشته نیروهای خود را در نزدیکی آملی مستقر کرده بود. به نقل از محافل امنیتی عراق تا کنون بیش از ده روستا که در مسیر این شهر قرار داشتند توسط نیروهای ارتش عراق آزاد شدند. جنگدای هوایی آمریکا اوایل ماه اوت عملیات کمک به ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد برای آزادسازی مناطق تحت اشغال در شمال کشور را آغاز کردند. کردها موفق شدند در نبردهای زمینی علیه توریس های دولت اسلامی موفقیتهایی را کسب کنند در این میان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز منتشر ساخته خواستار تشکیل یک اعتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده برای مبارزه با دولت اسلامی شده است وی اقدامات خشونت این گروه تروریستی را در عراق و سوریه نسل کشی هدفمند توصیف کرده است. جانکری قرار است در نشست سران ناتو در ویلز که به زودی برگزار می شود با همراهی چاک هگل وزیر دفاع آمریکا این موضوع را با همپیمانان اروپایی مطرح کند. در رویدادی دیگر هم شورای همکاری خلیج فارس نیز در بیانیه ای اقدامات خشونت آمیز داعش را به شدت محکوم کرد و خاطرنشان ساخت ما به شدیدترین وجه ممکن اعمال کسانی را که به نام اسلام دست به قتل و فروش انسانها میزنند می زنند محکوم می کنیم. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان اعضای این شورا هستند. یکی از دختران جوان ایزدی که توسط گروه تروریستی داعش رو بوده و فروخته شده بود به طور معجزه آسایی توانسته است فرار کند. او شرح آنچه که برو گذشته را بازگو کرده است. گروه تروریستی داعش اقلیت ایزدی را کافر می داند و با زنان آنها به عنوان قنائم جنگی برخورد می کند. یکی از رسانه های کردزبان در شرح حال دختر جوان ایزدی که توسط گروه داعش رو فروخته شده نوشت تنها 19 سال دارد شوهر، برادر شوهر و پدر شوهرش را قبل از آنکه به عنوان کنیز همراه با صدها زن و دختر ایزدی به موسل منتقل و مورد خرید و فروش واقع شوند در مقابل چشمانش گلوله باران کردند از صورت سوختش، آنچه را که در این چند روز بر او گذشته میتوان خواند چند روزی که یادآوریش تا ابد زخمی عمیق بر روح اوست این خانم جوان مادر کودکی سه ساله و یکی از زنانی که به صورت جمعی داعش دستگیرشان کرده بود و بعدا در موسل فروخته شد ولی با یک معجزه نجات پیدا کرد و الان در استان دوهوک است. بر اساس این خبر این زن به این شرط حاضر به صحبت شد که عکس او پخش نشود. نه به خاطر بازگویی آنچه که بر او گذشته بلکه ترس او از آن است داعش از خواهر شوهر و مادر در شوهرش که هنوز در دستشان اسیر هستند انتقام بگیرد. این دختر جوان گفته است افراد مسلح که آمدند زن و بچه و مردان را از هم جدا کردند دستان مردان را بستند و سپس گلوله باران کردند که شوهر برادر شوهر و پدر شوهرم در بین آنها بودند وی میگویند افراد داعش به ما توهین میکردند میگفتند دین شما باطل است به دین ما ایمان بیاورید و چند آموزه دینی بهمان به گفتند که با آن مسلمان شویم اما متوجه شدند که برایمان دشوار است مسلمان شویم این خانم جوان می افزاید. دختران و زنان جوان را از مسنها جدا کردند به همین دلیل دیگر اطلاعی از مادر شوهرم ندارم من و خواهر شوهرم با هم بودیم گفتند شما را به خانه می بریم ولی ما را به خانه بزرگ بردن و گفتند هر کس به این مکان می آید ای جز شوهر کردن ندارد وی گفت دختران جوان به ده الا پانزده هزار دینار خرید و فروش می شدند و روزانه ده بار می آمدن و آنهایی را که می با خود می بردن مخصوصا دختران را به می افرادی بودند که دختری را می خریدن بعد از دو روز که سیر می شدن، او را به کسی دیگری می فرختن. یکی از مقامات دختری را به راندهش فروخت با گوش خودم شنیدم بعضی ها به ترکی حرف می زند. برای خرید دختران آمده بودند. خریدار عرب سوری هم در میانشان بود بعضی از خریدارها به زور لباس عروس بر تن دختران میکردند و میبردنشان این دختر با چشمان پر از اشک به این رسانه گفته است من را هم به عرب سوری فروختند اما نمیدانم چند آن مرد به من گفت تو دیگر زن من هستی پدر و مادرت را فراموش کن همه را کشتیم و کردستان عراق دیگر زیر سلطه ماست این دختر ایزدی در پاسخ به این پرسش که چطور نجات پیدا کردی هم میگوید شبی حدود ساعت دوازده پسرم تشنه بود و گریه میکرد در اتاقی بودیم که در روی من قفل شده بود در پلاستیکی بود هرچقدر در زدم کسی نیامد در را شکستم و برای پسرم آب آوردم دیدم سی نفر در خانه بودن ولی همه خواب بودن از فرصت استفاده و فرار کردم این دختر جوان بعد از مدتی به خانه عربی پناه می برد و داستانش را بازگو می کند. قول می دهند از او محافظت کنند. و میگوید مرد صاحب خانه صبح مرا سوار اتومبیل کرد. به هر پاسگاه داعش که می رسیدیم می همسرم است. تا اینکه کاملا مرا نزدیک مرز با کردستان کرد و راه را به هم نشان داد و من هم پیاده خود را به پیش مرگه ها رساندم. گفتنی با تسلط داعش بر بخشهایی از شمال عراق وضع کردهای ایزدی در این منطقه رو به وخامت گرایید این گروه تروریستی صدها زن را اسیر کرد و بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر سوریه مستقر در لندن این زنان هر کدام به ازای هزار دلار به عنوان همسر به اعضای داعش فروخته شدند در این بخش از برنامه سری میزنیم به میستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد این هفته در مهمترین رویدادها آقای داود اغلو لیست کابینه جدید خودش رو تقدیم آقای اروان کرد دولت جدید که دولت 62 ترکیه محسوب میشه روز شنبه برای کسب رأی اعتماد به پارلمان ترکیه میره و آقای داود اغلو بعد از کابینه خودش در برابر نمایندگان پارلمان دفاع باکنه. نگاهی به کابینه آقای داود اولو نشون میده تغییرات چندانی در این کابینه نسبت به کابینه قبلی کابینه آقای اردوغان دیده نمیشه تنها وزرای پنج وزارتخونه تغییر کردن از جمله در مهمترین تغییر آقای مولود شخلو که پیشتر سمت وزیر مسئول در امور اتحادیه اروپا رو دارا بودن اکنون به عنوان وزیر امور خارجه جدید انتخاب شدن جدا از این پنج تغییر مابقی وزرا کماکان در پستهای خودشون ابقا شدن همین موضوع هم البته باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران معتقد باشند در شرایط کنونی نباید شاهد تغییرات عمده در سیاست داخلی و خارجی ترکیه باشیم و کابینه آقای داوود اغلو در واقع ادامه دهنده سیاست های آقای اردوغان خواهد بود دست کم در حوزه سیاست خارجی حالا با اشراف و نگریشی که خود آقای داوود اغلو به سیاست خارجی داشتن و البته نزدیکی دیدگاهی که به آقای اردوغان داشتن طبیعی است که این سیاست ادامه پیدا بکنه هرچند از آن سو هم برخی از احزاب مخالف دولت به این موضوع اعتراض داشتن و عنوان میکنن که لیست اعضای کابینه جدید بیشتر با نظر و سلیقه آقای اردوغان تهیه شده در رابطه با کابینه جدید آقای داوود روز دوشنبه در توضیحاتی که به پارلمان داد به چند نکته مهم اشاره کردند نخست در زمینه سیاست های داخلی علاوه بر اشاره ایشون بر ادامه روند فعالیت ها و رشد اقتصادی کشور به مسئله امنیت ملی و توسعه معیارهای حقوق بشری و همینطور مبارزه با ساختارهایی که دموکراسی کشور رو تهدید میکنن اشاره کردم. آقای داودوغلو در توصیف سیاست کابینه جدید گفتن که هدف ما تشکیل ترکیه جدید و قدرتمند هست و درپای ترکیه جدید به روی همه گشوده است. این توصیف آقای داود اغلو و همینطور اشاره مشابه اینچنینی آقای اردوغان مبنی بر تشکیل ترکیه جدید رو برخی اینطور استنباط کردن که آقای اردوغان در همراهی با دولت جدید در واقع برخواست ترکیه برای ایفای نقش بیشتر و فعالتر در منطقه خاورمیانه و حوزه بالکان و رویدادهای جهانی تاکید دارند. همینطور آقای داودوغلو در مورد سیاست های خارجی کابینه جدید به اولویت های چون تروریسم اشاره کرد. از سوی دیگه کارشناسان معتقد هستند با توجه به دکتریان آقای داوود و نگرش او در مورد سیاست خارجی احتمالا در این دوره ما شاهد همکاری های نزدیکتر و بیشتر ترکیه و ایران خواهیم بود هرچند که دو کشور به حال اختلافات عمده در مورد سیاست های منطقه از جمله سوریه و عراق دارند نکته مهم دیگه ای که آقای داوود این هفته در سخنرانی و خودش در پارلمان به اون اشاره کرد موضوع قانون اساسی ترکیه است و لزوم ایجاد تغییراتی اساسی در اون که در این زمینه هم ایشون با آقای ارغان هم رأی و نظر هستند که باید در قانون اساسی اصلاحاتی صورت بگیره آقای داوود اوغلو در این باره گفتن که قانون اساسی کنونی از کنترل ها و تعامل های دموکراتیک برخوردار نیست و این قانون بر مردم تحمیل شده و در برگیرنده همه اخشار مردم ترکیه نیست و باید قانون اساسی جدیدی طراحی بشه اما در ادامه بحث ها و گفتگوها پیرامون شنود مکالمات مقامات ترکیه توسط سازمان اطلاعات و امنیت آلمان آقای اردوغان این هفته اعلام کرده که در اجلاس اخیر ناتو مراتب اعتراض خودش رو در این باره به دیگر اعضای ناتو اعلام خواهد کرد. ایشون گفتن که این پذیرفته نیست که یک عضو ناتو با استفاده از ابزار پیشرفته مکالمات عضو دیگه رو شنود بکنه. همینطور آقای افغان اعلی وزیر کشور هم خبر از یک همکاری مشترک میان سازمان اطلاعات امنیت ترکیه و آلمان برای تحقیق و بررسی این موضوع داده و گفته که دو کشور در این رابطه یه فعالیت مشترک رو آغاز خواهند کرد. و نهایتا روزنامه سبای ترکیه این هفته خبر از تمایل ترکیه برای عضویت موقت در شورای امنیت سازمان ملل متحد رو داده عضویتی که البته ترکیه در سالهای 2009 و 2010 همون رو کسب کرده بود بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما رو می توانید در وبسایت ما با آدرس ایران فردا live .com دنبال کنید از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا تیوی با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا درود دیگر بدرود